در موتورهای توربینی محفظه های احتراق گوناگونی وجود داره که هر کدوم محاسن و معایب خودشون رو داره. توربین نیز همانند کمپرسور متشکل از تیغه های ثابت یا استیتور بلیدز و تیغه های متحرک یا روتور بلیدز هستند و وظیفه قسمت توربین در موتورها تامین قدرت و توان موتور مورد نیاز برای گردش کمپرسور هست. با وجود اینکه شکل توربین شبیه به کمپرسور هست، اما عملکرد اونا با هم تفاوت دارن. هر موتور توربوجت دارای یک اپسول هست. اپسول هم به مجموع کمپرسور توربین و محور رابط اون میگن. اما بعضی از موتورها دارای دو یا چند اپسول ممکنه باشن. ابتدا گازهای داغ ناشی از احتراق به پره‌های توربین برخورد کرده و نیروی لازم جهت چرخاندن کمپرسور و مکش هوا برای دور بعدی تولید میشه که این نیرو به وسیله شافت به کمپرسور انتقال داده شده و باعث به حرکت درآوردن اون میشه. چون دمای کارکرد توربین بسیار بالا هست، در ساخت اون از آلیاژهای مخصوصی استفاده میشه. نازل‌ها که نیروی پیشرانه موتور رو برای رانش هواپیما به سمت جلو تولید میکنند، در واقع محل خروج گازهای خروجی از توربین هستند. گفتنیه که پسوز بعد از این بخش نصب میشه، البته در صورتی که موتور دارای پسوز یا افتربرن باشه. پسوز یا افتربرن چیه؟ هنگامی که گازهای خروجی با دمای بسیار بالا از موتور خارج میشن، از طریق نازل‌های سوخت‌پاش به اونها سوخت تزریق میشه که در قسمت پسوز با مشتعل ساختن دوباره گازهای خروجی به طور قابل توجهی بر نیروی تراست تأثیر داره و نیروی تراست بسیار بالایی تولید میکنه. فن هم متشکل از تیغه‌های متعدد هست که در ابتدایی ترین قسمت موتور و بعد از ورودی هوا یا اینتک قرار میگیره و باعث میشه دوران موتور بالا بره و تراست بیشتری تولید بشه. لازم به ذکر هست که چرخش خود فن هم باعث تولید تراست نسبتاً بالایی میشه و علاوه بر اون با دمیدن هوا به جداره محفظه موتور به میزان زیادی باعث خنک شدن موتور هم میشه. اصولاً موتورهای توربوفن بسیار کم صدا هستن و مصرف سوخت آنها نسبت به موتورهای جت بسیار کمتر است. اگر بخوام به زبان ساده موتور رو برای شما تشریح کنم، اون رو به شکل یک استوانه ساده در نظر میگیرم. همونطور که در تصویر من میبینید، به طور مثال در یک استوانه اگر دو واحد هوا وارد موتور بشه، پس از خروج تبدیل به 200 واحد میشه و با فشار از خروجی موتور یا اگزاست خارج میشه و دیواره نامرئی در پشت خودش به وجود میاره. سپس هوای خارج شده با دیواره نامرئی برخورد کرده و برمیگرده و هواپیما رو به سمت جلو هل میده. در هنگام فرود هم زائده هایی در قسمت خروجی موتور تهویه شده که پس از فرود خلبان اونا رو باز میکنه و این کار باعث مسدود کردن خروجی موتور میشه. در نتیجه هوای خروجی از کانال‌های به وجود اومده با فشار عبور کرده و این بار دیواره نامرئی در جلوی هواپیما تشکیل میشه و هوا پس از برخورد به دیواره برگشته و هواپیما رو به سمت مخالف هل میده که این کار به شدت از سرعت هواپیما کم میکنه و باعث کاهش شدید سرعت هواپیما پس از فرود میشه که به این سیستم تراست ریورسر یا برگرداننده هوا نیز میگن. خیلی ممنونم که ویدیوهای من رو دنبال میکنید. شما میتونید با کامنت های زیباتون سوالاتتون رو با من مطرح کنید و من هم این قول رو به شما میدم که در کوتاه‌ترین زمان به بررسی موضوعات شما با هم بپردازیم. پس اگر این ویدیو هم برای شما مفید بوده، اون رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو هم بفشارید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید
و به من انرژی بیشتری بدید تا بتونم مطالب جذابتری رو برای شما به اشتراک بگذارم. تا سلامی و درود دیگر، بدرود.